که یک فرقه شیطان پرست برای گرفتن حقشون سراغ یه خانواده میان و زندگیشون رو جهنم میکنن. گیلاسیا سلام، امروز رفتیم به سینمای آسیا و از کشور اندونزی فیلم سیتنز اسلیو یا برده‌های شیطان رو آوردیم که مثلا 2017 و یکی از بهترین های این کشور شناخته میشه. کلی هم جایزه به خاطر ترسناک بودن بیش از حدش گرفته. سبک ترسش هم به ترس ما ایرانی‌ها خیلی زیاده، چون همش از دعا و نماز و کفن و این چیزها استفاده میشه. بریم با هم ببینیمش. حواستون به اسپر کامرو صحنه قشنش هم باشه. با شروع فیلم زن بیماری میبینیم که روی تختش رو داره یه دعا میخونه و حسابی ترسیده. سکانس بعد با دختری به اسم رینی آشنا میشیم. رینی به یه شرکت موسیقی رفته و از مدیرشون درخواست سهم مادر خودش از فروش آهنگاشو داره. مادر رینی خواننده بوده و حالا به خاطر بیماری شدید نیاز مالی دارن. مدیر شرکت هم میگه آهنگای مادرت خیلی وقت فروش نداشتن و از روی دلسوزی مقدار کم بهش پول میده. اونم با ناراحتی برمیگره خونهشون که توی جای داغونه. مامان بزرگ رینی، پدرش، برادر بزرگش تونی و دو تا برادر کوچیکش یعنی باندی و یان همه با هم زندگی میکنن. یان 6 سالشه و لاله. مامان رینی هم که حالش خیلی بده تو اتاقشه و نمیتونه کلا کاری بکنه. خلاصه که رینی به پدرش میگه شرکت پولی نداره، بهتر خونه رو بفروشیم. اما پدر مخالفه، چون امکان نداره یه نفر حاضر باشه اینجا رو بخره. یه دفعه صدای زنگوله میاد و رینی میره تو اتاق مادرش تا بفهمه چی کارش داره، چون اینطوری صداش میکنه همیشه. مادر رفتار عجیبی گرفته و فقط جیغ میکشه، به سقف زل زده و مشخص اگه چی ترسیده. اما رینی چیو نمیبینه و بعد مدتی مادر آروم میشه. شب میرسه و پدر میره دم در و کنار مادر بزرگ میشینه تا به یکی از آهنگای همسرش گوش کنه. تونی از بیرون با موتور میاد و کلیدو میده به پدر. اونم خیلی سری همسایه‌شون که از قبل منتظر صدا میکنه سویچو میده بهش و با فروش موتور یکم پول میگیره که برای همسرش دارو بخره. تونی هم میره داخل و قبل خوردن شام باز صدای زنگوله اتاق مادر میاد. این بار تونیه که میره بهش سر بزنه. شروع میکنه به صحبت و موهای مادرش شونه میکنه و با دیدن موهایی که کنده میشن بیشتر به هم میریزه. به مادر میگه قول میدم کار کنم و داروهاتو بخرم، که یه دفعه پنجره با صدای بلند باز میشه. تونی میترسه و میاره ببندتش که متوجه میشه مادر به شکلی ترسناک بهش زل زده. بعدی که تونی بدون هیچ حرفی از اتاق میره بیرون. نصف شب میشه و رینی با شنیدن صدای بیدار میشه. میره به اتاق مادر و اونو میبینه که به پنجره زل زده. وقتی میره سمتش، یه دفعه صدای مادرش رو از رو تخت میشنوه، یعنی کسی که جلوش یه موجود شیطانیه. همین که طرف برمیگرده، لبخند وحشتناکی رو صورت داره. رینی با وحشت جیغ میکشه و میفهمه خواب بوده. میره به مادرش سر بزنه که میبینه اون مثل خوابش جلوی پنجره وایساده، اما همون مادرش، چون کسی دیگه روی تخت نیست. مادر یه رفت دهنشو باز میکنه و با وحشت به تخت زل میزنه. تو همون حالت میفته زمین و رینی با ناراحتی به مادرش نگاه میکنه، چون دیگه نفس نمیکشه. روز بعدی مراسم خاکسپاری مادرشه. استاد این محل که حکم همون روحانی رو داره و به اسم استاد صدا میکنن مراسم رو اجرا میکنه و پسرش یعنی هنرا هم سعی میکنه با رینی صحبت کنه و بهش نزدیکتر شه. اما دختر متوجه برادر کوچیکش باندی میشه که یه وایسر رو میره سمتش تا آرومش کنه. باندی میگه فکر کنم همین که از قبر دور شیم روح ما میفته دنبالمون. اما رینی میگه اینطوری نیست و بعد آروم کردنش میرن خونه. شب میشه و بچهای کوچیک میخوابن. پدر میاد که با رینی و تونی صحبت کنه و بهشون میگه که فردا باید برم شهر تا کارای خونه رو کنم، وگرنه بانک به عنوان بدهی از اون میگیرتش. بچه‌ها میگن تازه مامان مرده، باید بمونی پیشمون. اما پدر میگه که خیلی کارم اجباری و از وقتی که رفتم شما مسئول خونه اید. بعدم میرن میخوابن و تونی داره با گریه به آهنگ مادر گوش میده که صدایی از اتاقش میشنوه. میره اونجا و یه وسیله رو هوا معلقه. تونی هم با وحشت میدوه تو اتاقش زیر پتو. آره، چون پتو همه رو هم موجودات فضایی نجات میده. روز بعدم پدر میره و رینی و تونی کارهای خونه رو به عهده میگیرن. باندی نمیخواد بره مدرسه و تونی با هدیه دادن یه دوربین راضیش میکنه که بره. بعدم خودش میره سر کار. رینی متوجه میشه تو آشپزخونه آب نمیاد و برای همین میره که از چاه زیر زمین آب بیاره. یه لحظه تو آینه روی روح میبینه، اما همین که دوباره نگاهش میکنه ناپدید میشه. باندی هم میبینه که داره به عکسای توی دوربین نگاه میکنه. توی یکی از عکسا یهو روح مادرشه. خیلی میترسه، اما وقتی دوباره از دوربین نگاه میکنه انگار عکس کلا پاک شده. دوباره شب میشه و تونی طبق معمول با آهنگای مادر داره گوش میده که یهو صدای رادیو عوض میشه و انگار واقعا مادر داره باهاش حرف میزنه. پسر میترسه و یه لحظه حس میکنه مادر کنارشه. چراغ روشن میکنه و سایه ای که میاد ناپدید میشه. این در حالی که تو اتاق بچهای کوچیک یان بیدار میشه و از باندی میخواد که باهاش بیاد برن دستشویی، چون میترسه. اما باندی خوابش میاد و یان که مشکل داره و نمیتونه صحبت هم بکنه تنهایی میره. دستشویی کنار همون چای خونه است. وقتی داره کارشو میکنه یکی از پشت میاد سمتش، اما فقط برادرش باندی و بیدار شده که یه موقع یان نترسه. دو تایی دارن برمیگردن به اتاق که توی راه رو یان چشماشو میگیره و با
با زبون اشاره میفهمونه که مامانمون اینجاست. باندی هم میترسه برای اطمینان یه پتو پرت بکنه جلوش و انگار روی آدم میفته. دو تا پسر وحشت زده فرار میکنن و روح میفته دنبالشون که رینی از صدای فریادشون بیدار میشه. میاد بیرون و بچه‌ها رو گوشه اتاق میبینه. باندی میگه چی شده و روح دیدن، اما رینی میگه همش کابوس بوده و الان جاتون امنه. یه لحظه هم مادر بزرگو میبینیم که تو اتاقش داره یه نامه مینویسه و انگار ترسیده. روز بعدی پسر استاد یا همون هندرا دوباره میاد پیش رینی تا باهاش حرف بزنه. بهش میگه وقتی مادرتو خاک میکردیم یه لحظه روحشو بیرون قبر دیدم، دم خونتونم باز دیدمش، برای همینم هم حس میکنم که یه انرژی منفی و شیطانی دنبالتونه، بیا یه مدت پیش ما بمونی که پدرم ازتون مراقبت کنه. اما رینی فکر میکنه این پسر دنبال رابطه است و پیشنهادش رو رد میکنه. میریم خونه و مامان بزرگو میبینیم که انگار داره یه چیز فرار میکنه. طرف ویلچرش وای میسته و انگار یکی از پشت گرفتتش. برای همین مامان بزرگ بلند میشه و خیلی وحشت زده است. وقتی رینی و باندی برمیگردن خونه، نگران میشن و دنبال مامان بزرگ میگردن. هر دو خوشکشون میزنه وقتی که میبینن جنازه مامان بزرگ توی چاه افتاده. دوباره مراسم خاکسپاری مامان بزرگ و پسر استاد به رینی میگه اون نیروی شیطانی دنبال خانواده‌تون رو خیلی خطرناکه. بذار قبل اینکه دیر بشه کمکتون کنیم. رینی چیزی نمیگه. وقتی برمیگره خونه، نامه‌ای که اون شب مامان بزرگش مینوشت رو پیدا میکنه. آدرس گیرنده هم روش هست و میفهمه باید این نامه رو به طرف برسونه. از هندرا کمک میخواد و دوتایی با آدرس میرن که یه پیرمرد تنها اونجاست و میگه مامان بزرگ رینی رو از بچگی میشناخته. شروع میکنه به صحبت و میگه مامان بزرگ دوست نداشت که بابات با مامانت ازدواج کنه، چون زن خواننده بود و فکر میکرد دختر خوبی نیست. ولی به هر حال اونا ازدواج کردن و شرایط جوری شده بود که همه مطمئن شده بودن مامانت نازا و نمیتونه بچه داشته. اما نمیدونیم چی شد که گرفی شما 4 تا بچه رو به دنیا آورد و بعدش هم یهو مریض شد. مامان بزرگت معتقد بود که شما بچه ها هدیه خدا نیستید و مادرت شما را از شیطان گرفته. تو نامه هم همینا رو باز بهم گفته. رینی باور نمیکنه و پیرمرد یه مقاله بهش میده و میگه بعداً اینو بخون باور میکنیم. میریم تو خونه و باندی رو میبینیم که یه سری زمزمه میشنوه و تو خواب رفتارهای عجیب میکنه و میخنده. سراها بلند میشن و بهش میگن یانو بکش، اون خیلی خطرناکه. وقتی هم رینی برمیگره خونه، رفتار باندی جوریه که انگار واقعا داره این کارو فکر میکنه انجام بده. شب میشه و وقتی همه خوابن، یان یواشکی میره به اتاقی که همیشه با مامان بزرگش توش بازی میکرد. یه آدم وحشتناک توی اتاق و سریع پسر میزنه بیرون. انگار این غریبه نمیتونه از اتاق خارج شه و لباس یان هم به یه چی گیر میکنه. روز بعدی رینی صبحونه رو حاضر میکنه و طبق معمول آهنگ مادر رو میذاره. اما صدای آهنگ عوض شده و انگار داره یه سری ورد ناشناخته به زبون میاد و سری قطعش میکنه. بعدم میره برادر رو بیدار کنه و میفهمه باندی از قبل بیداره و به دیوار زل زده، در حالی که یانم اونجا نیست. دختر وحشت زده میشه و از خونه میاد بیرون و یانو بیرون نخونه توی جعبه آهنی میبینه که خوابیده. بچه خیلی ترسیده و رینی براتش داخل و آرومش میکنه. تونی هم اتاق میاد بیرون و به رینی میگه این مقاله که دیشب آوردی چیه؟ رینی هم میگه اگه گرفتتش و داستان کلان پیرمرد رو تعریف میکنه. تونی هم میگه من خوندمش، اگه حقیقت داشته باشه یعنی مامانمون از بابا حامله نشده. مقاله راجبه یه فرقه شیطان پرسته که یه دور همه مردم شهر پیداشون کردن و هر زنی که نمیتونسته باردار شه ازشون کمک میگرفته. افراد اون فرقه بودن که زنان رو باردار میکردن و احتمالا واسه همینه که ما خواهر برادر رو هر کدوممون یه ظاهر کلا متفاوت داریم. برام تعریف میکنه که وقتی بچه بودیم چند بار با مامان به همچین جایی رفته بودم ولی نمیدونستم برای چی و کلا چه اتفاقی داره میفته. بعدم میگه تو مقاله نوشته وقتی زنی از اونا کمک بگیره به یکی از برده های شیطان تبدیل میشه. شرط اصلیش هم اینه که آخرین بچه‌شو تو سن 7 سالگی باید به این فرقه بده تا اونا برای شیطان ببرنش. اگه آخرین بچه به شیطان داده نشه همه اعضای خانواده ممکنه بمیرن و اون وقت روح‌های شیطانی میان که بچه 7 ساله رو ببرن. حالا هم یان 3 روز به تولدش مونده و داره 7 سالش میشه. تونی کلا به این چیزا باور نداره، اما اتفاقای اخیر جوری بوده که داره یکم باورش رو میکنه. رینی بازم قبول نمیکنه، اما وقتی تو آشپزخونه تو ویلچر مامان بزرگ یهو کنارش ظاهر میشه مردد میشه. برای همینم از روحانی محل یا همون استاد کمک میخواد و اونم میگه تنها راه مقابله با شیطان اینه که مدام دعا کنید و نماز بخونید. رینی هم شب داره همین کارو میکنه که یه نفر از پشتش سر میرسه، روح مادرشه و یه دفعه به شکلی شیطانی به رینی حمله میکنه. اونم هر جوری هست خودش نجات میده و برای بیدار کردن برادرش همه میرن به خونه استاد که مراقبشون باشه. صبح هم همونجا اون پسر استاد یه تلفن از دوست قدیمی مامان بزرگ دریافت میکنه که بهش میگه سری بیا کاری دارم. وقتی میرسه اونجا پیرمرد با استرس نامه بهش میده و ازش میخواد که سری اینو به رینی تحویل بده. اون هم راه میفته که وسط راه به شکل عجیبی یه کامیون میزنه بهش و با له کردن سرش جونشو میگیره. مردم محل جنازه رو هر جوری هست به استاد میرسونن و رینی هم نامه رو پیدا میکنه و برمیداره. خاکسپاری این پسرم تموم میشه و همچنان رینی و برادرش خونه استادن که نصف شب رینی روح هندرا رو میبینه. یه رفعه انگار یکی دستش رو از پنجره میکشه بیرون و با کمک برادرش خودش رو نجات میده. همین لحظه هم پدرش از سفر برمیگرده و با بچه‌ها برمیگردن خونه‌شون. رینی همه اتفاقا رو به پدر میگه و اونم قول میده که همین چند روز برای همیشه از اینجا برن.
میخوابن و دوباره یان دستشویش میگیره و این بار از برادر بزرگش یا همون تونی کمک میخواد. داره کارشو میکنه که یه دفعه در اتاق قفل میشه. تونی همه رو صدا میکنه با کمک پدر موفق میشن درو بشکنن. یه دفعه انگار یه نفر یانو میکشه تو چاه و پدرم بدون هیچ فکری میپره داخل و موفق میشه قبل خفش شدن بچه نجاتش بده. یه روح وحشتناک هم توی چاه و همین که پدر رو به سر میاره بیرون متوجه صدای دعا و ورد بیرون خونه میشن. میرن بیرون و افراد این فرقه شیطانی میبینن که انگار اومدن بچه رو ببرن. خونه آشوب شده و همه چیز به اطراف پرت میشه و انگاری کلی روح حمله کردن. دو تا از بچه‌ها توی اتاق گیر میکنن و یه لحظه انگار یه سایه میخواد یانو با خودش ببره. اولش باندی تصمیم میگیره کاری نکنه اما در آخر میره کمک برادرش و بعد نجاتش هم بغل میکنن. وقتی یکم شرایط آروم میشه پدر با عصبانیت میاد بیرون و رو به اعضای فرقه میگه پسرم یان برای ما و شما حق ندارید بگیریدش. یکی از افراد فرقه یه سری لوبیا روی زمین میریزه و همشون محلو ترک میکنن. صبح بعدی میرسه، روز تولد یان. خانواده منتظر کامیون اساس کشیان که برای همیشه برن و رینی متوجه لوبیاهای زیادی که روی زمین نمیشه. یار نامه اون پیرمرد میفته و میره که بگرده پیداش کنه تا بخونتش. استادم اومده که با پدر خدافظی کنه اما هرچی میشینن کامیون پیدا نمیشه. تا شب هم همینطور رو استاد تصمیم میگیره بمونه که اگه اتفاقی افتاد اونجا باشه. رینی هم بالاخره نامه رو پیدا میکنه و وقتی میخونتش با وحشت میره پیش برادرش تونی. بهش میگه آخرین بچه خانواده به عنوان هدیه و فداکاری نیست که باید بدیمش به اون فرقه. بچه آخر خانواده در اصل بچه خود شیطانه. همونقدر شیطانی و وحشتناکه. مامان برای اینکه هیچ کدوم از ما به بچه شیطان تبدیل نشیم همیشه قبل 7 سالگیمون دوباره حامله میشد که بچه آخر نمونیم. ولی بعد زایدن یان انگار شیطان فهمیده که نقشه مامان چیه و برای همین بیمارش کرده که دیگه بچه دار نشه. فکر کنم اون شبم روی که یانو کشید توی چاه مامان بزرگ اون بود و میخواست با کشتن یان ما رو نجات بده. اون لوبیاهایی که بیرون خونه ریختیم به معنی این نیست که دیشب دیگه ولمون کردن و رفتن. اونا هدفشون همین بود که فقط شب قبلی بیان و لوبیا بریزن و خونه ما رو برای دنیای مرده‌ها علامت گذاری کنن. وحشت اصلیمون امشبه که یان 7 سالش بشه. خونه ما علامت گذاری شده و حالا روح‌های شیطانی میتونن بیان و اونو برای خودش ببرن. یه دفعه تو خونه چند تا شبح دیده میشن. پدر جنازه همسرش کنار خودش میره و میپره بیرون. این در حالی که یان جلوی پنجره وایساده و خیلی شیطانی میخنده و ورد میخونه. همه جای خونه پر روح یا جنازه‌های متحرک شده و یکیشون با بیرحمی استادو میکشه. یانو میبینیم که بیرون از خونه روح شیطانی مامانش رو میبینه و میره طرفش. پدرم دنبالش میدوه اما تونی دستش رو میگیره و نمیذاره که پسر رو نجات بده. بهش میگه یان بچه شیطانه. اگه نبرنش هممون میمیریم. همه عقب میستن و یان با لبخند خوشحالی همراه مادرش پیش شیطان میره. هنوز خانواده ترسیدن که دوست قدیمی مامان بزرگ با ماشینش سر میرسه و داد میزنه که سوار شید و همه رو محل دور میکنه. سکانس بعد یک سال گذشته و رینی و خانواده‌اش توی آپارتمان ساکن شدن. خوشحالن و یکی از همسایه‌ها هم براشون غذا میاره. وقتی برمیگره خونه خودش میبینیم که خونه‌اش پر از لوبیا و سمبل‌های اون فرقه شیطانی. همسر این زن هم نشسته و زن بهش میگه وقتش شکاره. همسرش میگه صبر داشته باشه و زن با خوشحالی شروع میکنه به رقصیدن و ورد خوندن و این دست که فیلم به پایان میرسه. سبک ترسش همونطوری که اول ویدیو هم بهتون گفتم خیلی باحاله برای ما ایرانی به خاطر اینکه بهش نزدیکیم و مثل فیلم اینکانتیشن که قبلا هم توی کانال گذاشته بودم همونطوری آدما رو وحشت زده میکنه چون بیشتر به خاطر همون دعا و نماز و کفنی که روش استفاده میشه و خیلی به ایرانی نزدیکه. یه نمونه دیگه سبک فیلمش میشه سری فیلم سجین یا دابه که اونا هم خیلی ایرانی ازشون وحشت دارن. این فیلم هم خیلی جامپ اسکرای خفنی داره و به نظرم اون 40 دقیقه اولش پر از وحشته به خاطر اینکه تمام صحنه‌هاش داره یه اتفاقی میفته که شما رو مخکوب میکنه و باعث میشه برات مختون بمونه. همین هم هست که این فیلم توی چندین فستیوال مختلف جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین موسیقی رو گرفت، مخصوصا توی فستیوال فیلم تورنتو که به عنوان بهترین فیلم ترسناک شناخته شد. همین دیگه فیلمش جوری نیست که بخوام وقت زیادی ازتون بگیرم، فقط می‌خواستم این حرفو در مورد فیلم زده باشم. اگه اینجور فیلم‌ها رو می‌شناسید و دوست دارید آینده بیشتر قرار بگیره حتما توی کامنت ها بنویسید. دیگه همین، توی کانال زاپاسیون بشید. خیلی دوستتون دارم. لایک کامنت ساب یادتون نره. روزتونم گلسی.